سلام به بینامو، من شیما هستم، به کانال من خوش اومدین. تو این کانال قرار بهتون یاد بدم چطوری میشه ایتالیایی رو از همون اول به صورت حرفه‌ای و عین ایتالیایی حرف زد. امروز میخوایم با هم دیگه تمام زمانهای اصلی فعل اویرا رو صرف کنیم. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش. avere داشتن presente حال ساده io ho من دارم tu hai تو داری lui lei ha او دارد noi abbiamo ما داریم voi avete شما دارید loro hanno آنها دارند passato prossimo گذشته ساده io ho avuto من داشتم tu hai avuto تو داشتی lui lei ha avuto او داشت noi abbiamo avuto ما داشتیم voi avete avuto شما داشتید loro hanno avuto آنها داشتند imperfetto گذشته استمراری io avevo من داشتم در اصل می داشتم یک استمراری رو توی گذشته نشون میده ما توی فارسی خیلی جاها هر دو رو هم گذشته ساده رو میگیم داشتم هم گذشته استمراری رو نمیگیم می داشتم ولی در اصل معنی همون می داشتمه چون یک استمراری رو نشون میده توی گذشته پس io avevo من می داشتم در اصل ولی میگیم من داشتم tu avevi تو داشتی lui lei aveva او داشت noi avevamo ما داشتیم voi avevate شما داشتید loro avevano آنها داشتند passato remoto گذشته دور io ebbi من داشتم tu avesti تو داشتی lui lei ebbe او داشت noi avemmo ما داشتیم voi aveste شما داشتید loro ebbero آنها داشتند دقت کنید که فقط برای گذشته خیلی 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 دور یعنی یه قضیه تاریخی قدیمی استفاده میشه یا موقعی که کتاب داستان میخونیم اگه دقت بکنید به لتورا و خواندن پیکولو پرینچیپه شازده کوچولو کاملا با ادبیات ایتالیایی آشنا میشید یعنی توی کتابهای داستان حتی کتابهای ساده و روونشون مثل شازده کوچولو که برای بچه ها هم نوشته شده و اونا هم میخونن باز هم میبینیم که از پساتو رموتو استفاده میشه زبان ادبیات ایتالیایی یعنی زبان کتابها و کتابهای ادبیات و داستان زبان ایتالیایی همشون پساتو رموتو هستن ولی به غلط هم توی گفتار معمولی و روزمره توی استانهای مثل استان توسکانا یا سیسیل این اتفاق میفته از پساتو رموتو به جای گذشته ساده میان استفاده میکنن توی جملات روزمره شون این غلط هستش ولی خب عادتیه که توی بعضی از مناطق ایتالیا بوده و هست فوتورو سمپلیچه آینده ساده ایو avrò
من خواهم داشت. تو اورای. تو خواهی داشت. لوی لی اورا. او خواهد داشت. نوی اوریمو. ما خواهیم داشت. وای اورته. شما خواهید داشت. لورو اورانو. آنها خواهند داشت. کندیشنال سمپلیچه. شرطی ساده. ایو اوری. من دارم. من دلم میخواد داشته باشم. من احتمالاً دارم. تمام این معنی ها رو در بر میگیره. حالا به زمان خود شرطی که برسیم قشنگ توی ویدیوی خودش توضیح میدم که موارد استفاده و معنی های زمان های مختلف شرطی چی هستن توی ایتالیایی و تفاوتشون توی زبان فارسی. تو اورستی. تو داری. لوی لی اورببه. او دارد. نوی اورمو. ما داریم. دقت بکنید اورمو با یه دونه ام آینده هستش. این برای تمام زمانهای نوی، تمام صرف فعلای ما. اورمو با دو تا ام میشه کندیشناله. پس تشدیدا، برای همین تاکید میکنم از همون اول، خیلی مهمن که ما تشدیدا رو بخونیم یا نخونیم. اکثر جاها کلن معنی جمله و کلممون رو عوض میکنن. پس نوی اورمو. وای اورسته. شما دارید. لورو اورببرو. آنها دارند. کنجونتیو و پرزنته. خب زمانهای کنجونتیو رو هم مسلماً توی ویدیو خودش بیشتر براتون توضیح میدم، ولی برای اینکه یه مینیمم معنی از قضیه دستتون بیاد، کنجونتیو هم زمانهای شرطی و التزامی هستن. با شرایط خاص ازشون استفاده میکنیم. دوتای آخری رو ما کلن تو زبان فارسی نداریم و از همون اولی و دومی اکثرا استفاده می کنیم، ولی دوتا اولیا رو داریم که توی مباحث خود کنجونتیو حتما کامل براتون توضیح میدم. که ایو ابیا. که من داشته باشم. که تو ابیا. که تو داشته باشی. که لوی لی ابیا. که او داشته باشد. که نوی ابیامو. که ما داشته باشیم. که وای ابیاته. که شما داشته باشید. که لورو ابیانو. که آنها داشته باشند. کنجونتیو ایمپرفتو. اینم زمان سوم کنجونتیو هست. که ایو اوسی. که من داشته باشم. که تو اوسی. که تو داشته باشی. که لوی لی اوسه. که او داشته باشد. که نوی اوسیمو. که ما داشته باشیم. که وای اوسته. که شما داشته باشید. که لورو اوسرو. که آنها داشته باشند. اگر مباحث گرامری کنجونتیو و کندیشنال رو نخونده باشین، مسلماً تفاوت اینا رو از همدیگه متوجه نمیشین. خصوصاً به خاطر اینکه ما میگم سه تا از تمام زمانهای شرطی و التزامی ها رو کلن نداریم. برای همین اگر کسی نخونده باشه مباحث گرامر رو، خیلی براش سخته که بفهمه چرا اینا عین هم معنی میدن ولی با هم متفاوتن. این رو حتماً توی مباحث مورد نظر براتون کاملاً توضیح میدم. خب ویدیوی امروز هم همینجا تموم میشه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی که امروز هم یه قسمتی از وقت با ارزشتون رو با من گذروندین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین و برای دوستاتون هم بفرستین. اگه دوستان ایتالیایی رو از پایه به صورت حرفه‌ای یاد بگیرین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین، دکمه زنگوله رو هم بزنین که به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید باخبر بشین. آرزو میکنم همیشه حال دلتون خوب، جسمتون سالم و آگاهیاتون بیشتر و بیشتر بشن. به نام بی‌نام او تا ویدیوی بعدی.